پایان مرحله اول انتقال و آغاز تجربه دشوار. برخی ها این روند را افغانی شدن افغانستان گفتند. پس از یک دهه آمریکا و متحدان غربیش میخواهند سرمایه گذاری 10 ساله‌شان را روی نیروهای امنیتی افغان بیازمایند. آزمایشی که برای پیروز شدنش به گفته آگاهان تضمین 100% وجود ندارد. این دیگر افغان هاست که مسئولیت 7 بخش نسبتاً امن افغانستان را از 4 گوشه کشور بر عهده گرفتند و خارجی ها در این جاها دیگر حرف اول را نمی زنند و پرچم هایشان نیز برای پرچم افغانستان جا خالی کرده است. رئیس جمهور کرزی بارها گفته اگر نیاز هم به خارجی ها باشد، این روند برگشت ناپذیر است. چند نکته اصلی: گرفتن مسئولیت شاید ساده تر باشد، اما نگه داشتنش دشوارتر و بخشهایی که در حقیقت توانمندی نیروهای افغانستان را بیازماید شاید در راه است. در برنامه امشب کنکاش روی چالش ها و پیامدهای این سفر 3 ساله تا پایان سال 2014 میلادی با مهمانانم بحث میکنم. در برنامه کنکاش امشب آقای حاجی محمد عبدو نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان، آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی کشور و همچنان آقای محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی با من هستند. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. اجازه بدین آقای صدیقی از شما آغاز بکنم. آخرین ولایت و آخرین منطقه‌ای که رسما باید انتقال مسئولیت امنیتیش به نیروهای افغان داده میشد که پنجشیر بود، دیروز صورت گرفت. این سفر چند روزه‌ای که نشان داد چندین منطقه به نیروهای افغان سپرده شد، شما ایره چگونه ارزیابی میکنه؟ چی چیزهایی را دریافتین از چند ولایت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان شما سلامات و احترامات خود تقدیم میکنم. تشکر. و بر مردم شریف خود تبریک میگم که ما تانستیم مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی را به خوبی و به شکل بسیار درستش موفقانه سپری کنیم و دیروز آخرین ولایت پنجشیر مسئولیت امور امنیتی به افغان ها سپرده شد و یک گام بسیار مهم در راستای ای است که نیروهای ما این توانایی را پیدا کرده امروز تا ما بتانیم به خودکامگی و خودباوری این پروسه را به موفقیت برسانیم. در کل این پروسه است که یک امید نو است، آرزو هست و امیدوار هستیم که این سفر با موفقیت و با حمایت و اراده قاطع مردم افغانستان به موفقیت به انجام. آقای صدیقی، قبلا برخی از فرماندهان ولایات مثل پنجشیر، آقای قاسم جنگلباغ در یکی از روزها چند پیش گفتند که ما سیب‌پذیری های از نواحی دیگه از و از ولایات دیگه داریم و شما دیروز پنجشیر رسما مسئولیت امنیتیش شاهد بودیم که توسط نیروهای افغانستان گرفته شد. آسیب پذیری ها در این ولایات را چقدر فکر میکنن جدی باشه؟ خب نظر به برداشت و سنجش و برنامه که برای 4 شهر و 3 ولایت ترتیب شده بود، سطح تهدیدات بررسی شده بود بر اساس امو بررسی هایی که در یک مساحی مشترک با نیروهای سایر نیروهای امنیتی ما به این نتیجه رسیدیم که از کدام مناطق، از کدام شهرها و از کدام ولایات این پروسه باید آغاز شود. خب در کل سنجش ها و مرور تشکیلاتی و تشکیلات پلیس در این ولایت و شهرها بر اساس همو ارزیابی و بر رفع از این مشکلات بر اساس همو ارزیابی صورت میگیره و ما امیدوار هستیم که بعد از یک مدت زمانی که از این مرحله اول پروسه انتقال میگذره و بعد از نتایج کار گروپ های کاری که به این منظور تشکیل شده تا بعد از ختم مرحله اول یا بعد از ختم تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی در 7 ولایت اینا نتایج کار خود بر ما ارائه بکنه تا بر اساس او نتیجه کار و اگر دیده شود کدام کاستی و کمی موجود است به او پرداخته شود. سپاسگزارم. آقای عبدو، شما نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان هستین. شهر مزار شریف هم یکی از مناطق بود که چند روز پیش مسئولیت های امنیتیش به نیروهای داخلی افغانستان سپرده شد. آقای صدیقی در صحبت های خود گفتند که سطح تهدیدها در امی 7 منطقه بررسی شده بود. چقدر فکر میکنین که این امر در شهر مزار شریف در نظر گرفته شده بود در روند انتقال مسئولیت های امنیتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و ای دو تا دوست نهایت محترم و بینندگان خوب تلویزیون طلوع،
برنامه طلوع نیوز عرض سلام و ادب دارم. شب همه بخیر باشه. به ارتباط پروسی انتقال امنیت از نیروهای خارجی بعد از گذشت 10 سال از عمر حکومت جدید که آغازش حکومت دوره اداری موقت بود و فعلا ما در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، یک امری است من فکر کنم به خاطر تأمین حاکمیت دولتی افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و نظامی مردم افغانستان ضروری. باید دولت افغانستان از یک نقطه ای حرکت شروع میکرد. به نظر و برداشت شخصی ما یک موفقیت است برای مردم افغانستان که آهسته آهسته مردم افغانستان به این نتیجه راهنمایی میکنه که دولت افغانستان عزم گرفتن امنیت جغرافی های افغانستان و مردم افغانستان دارد. آقای عبدو، چیزی را که در اینجا من پرسیدم این بود که آقای صدیقی گفتند که تهدیدها و آسیب پذیری ها در همی چند نقطه افغانستان که 3 ولایت و 4 شهر را گفتند در اینجا در نظر گرفته شده، در تمام موارد گفتند بررسی شده. ای آسیب پذیری ها و تهدید ها در شهر مزار شریف خوب در نظر گرفته شده بود؟ سرزمین نقطه شما، من میخوایم صحبت خود متمرکز خواهد کردم. شهر مزار شریف هم یکی از ولایت های مهم و درجه اول افغانستان است که در شمال افغانستان موقعیت داره و در واقع قلب مجموعه ولایت شمال افغانستان محسوب میشه. با توجه به اهمیت سوق الجیشی و اهمیت اقتصادی و اهمیت جغرافیایی که داره، همه ما شما شاهد هستیم که در طی 10 سال ولایت بلخ یکی از ولایات امن افغانستان بود که در واقع ما افتخار برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. در این اواخر بعد از اینکه بعضی از ولایات شمال به طرف ناامنی رفت و دشمنان امنیت و صلح و ثبات افغانستان نفوذ کرد در بعضی از ولایات شمالی افغانستان، ولایت بلخ هم از این امر مستثنا نبود که در بعضی از ولسوالیهایش ناامنی های هر از چندگاهی دیده می شد و این ناامنی ها توسط عملیات های مستمر و دوامدار نیروی امنیتی سرکوب شد. چقدر می تانه که روی پروسه انتقال یا روند انتقال تأثیر گذار باشه؟ های فکر می کنین که تأثیر گذار باشه روی روند یا خیر؟ من به این باور هستم که تأثیر گذار نیست. تا کنون تنها فقط خود شهر مزار شریف مسئولیت امنیتش از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان انتقال پیدا کرده. ولسوالی هایش تا کنون سر جای خود باقی است و عملا مناطقی که پایگاه های مخالفین دیده میشه. آقای عبدو، نفوذی اجازه بتن در مورد مزار شریف حادثه ای را ذکر کنم که همزمان با روند انتقال در شهر مزار شریف صورت گرفت. در اونجا حمله انتحاری صورت گرفت و چندین نفر کشته داشتیم در شهر مزار شریف. آیا فکر نمیکنین که آسیب پذیری ها را ما در شهر مزار شریف داریم و باید روی این آسیب پذیری ها حساب کرد؟ طبعا انتقال امنیت وقتی که در 7 نقطه افغانستان یا از 7 نقطه افغانستان آغاز شد به اساس خاص دولت افغانستان و موافقه نیروهای آیسف، توأم با نگرانی ها بوده و هست. اما خب کسی که در مورد شهر مزار شریف شما با عنوان یک نماینده ولایت بلخ نگرانی های مشخصتان چی است؟ من میخوام شما اگر مرا فرصت بدین بسیار کوتاه من میخوام عرض بکنم. کسی که از جان خود بگذره او طبعا هر کار را انجام میده. حملاتی که صورت میگیره حملات انتحاری است. اینا هم به صورت بزدلانه در یک نقطه ای که کاملا مسکونی هست و مردم مسکین و بیچاره هست، هیچ گونه جایگاه و پایگاهی نیروهای مسلح افغانستان نیست، در اینجا حرکت صورت گرفته. نگرانی هایی که عملا وجود داره، ما نگرانی ما سر از است که یک مقدار هنوزم بر کمیت نیروهای امنیتی افغانستان در ولایات مختلف در ولسوالی ها اضافه شوند و در این حال اینا تجهیز شوند و یک مقدار آموزش های پیشرفته تری هم در مبارزه علیه چنین حرکت های ددمنشانه نیروهای امنیتی افغانستان ببینن تا اینکه اینا با یک قوت هرچی تمامتر تمام ساعت تحت کوشش قرار بده و امنیت تامین بکنه. فکر میکنن که بلند رفتن کمیت نیروهای امنیتی افغانستان و تجهیز شدنشان بتانه که جلو حملات را که شما اشاره کردین به او عملاتی که دست حمله کننده دست به کشتن خود میزنه جلو چنین عملات را بگیره؟ من فکر کنم که واریانت های زیادی در این قضیه ضرورت هست. عوامل زیادی را ما میتونیم حساب بکنیم.
تنها اگر ما بخوایم امنیت همین حیث یک موضوع مرکزی در نظر بگیریم، ما امنیت چی زمانی میتونیم در افغانستان قایم بسازیم و ای را مستمر بسازیم که عوامل زیادی را سرش دولت مرکزی افغانستان توجه بکنه؟ یکی از بخشایش ما گفتم که ازدیاد کمیت نیروهای امنیتی افغانستان است، تجهیز از اینا است و فعال سازی شبکه های استخباراتی در داخل خود نیروهای امنیتی افغانستان است و در سطح شهر است. بله. دیگه عوامل زیادی دیگه هم وجود داره که ما مرزها بتونیم ما اجازه بدین امیر کوتان از آقای صدیقی بپرسون که کمیت نیروهای پلیس فعلا تا چه اندازه قابل قبول هست و آیا واقعا جدا از این ناحیه ما دوچار کدام مشکل هستیم از لحاظ کمیت از ناحیه پلیس یا خیر؟ پلیس در حال انکشاف است و از نگاه کمیت، از نگاه کیفیت سرمایه گذاری بسیار وسیع در یک سال یا دو سال گذشته صورت گرفته بالای پلیس. تعداد پلیس امروز بیش از 145,000 کمیتی است که نظر به شهرها و ولایت و نظر به اینکه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی و چی پیمانه صورت میگیره، از اون نگاه کمیت در میزان است که به نظر ما بهتر است و ما پلان‌های انکشافی که برای کمیت پلیس داریم تا آخر سال 1990 کمیت پلیس ما به 151,000 خواهد رسید. خب. از نگاه کمیت سرمایه گذاری فوق العاده صورت میگیره، از نگاه تجهیزات سرمایه گذاری صورت میگیره و در کل آموزش پلیس. این سه مسئله بسیار مهمی است که وزارت امور داخله شب و روزی کار میکنه تا ما بتانیم موفقانه به اخیر روند پروسه انتقال برسیم. سپاسگزارم. آقای فکور، در بحث ما اشاره به موضوع کمیت و همچنان موضوع سرمایه گذاری را که آقای صدیقی یاد کردن که روی پلیس شده اشاره شد. آیا فکر میکنین که سرمایه گذاری و سیر که آقای صدیقی از او یاد میکنن بتانه پلیس افغانستان را در یک روند حساس که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان هست در این روند کمک بکنه؟ و آیا فکر میکنین این سرمایه گذاری ها تا به حال را به جای درست صورت گرفته؟ ز فکر کنم چی دا کفایت نکی او دا پروسه دوام نسی کولی چی پدی چی پولیس پدی وقتو که دا درو وظایفو چې په قانون کې دوی ته سپارل سوي دي اضافه اخته دي، د تروریزم سره په جګړه اخته دي، په جنگ اخته دي، در صورت چې اصلا پولیس د دې دپاره دي چې قانون تعمیل کړي، د خلکو شتمني وساتي، نظم وساتي او د حکومت فیصلی او د محکمو دا تطبیق کړي، مګر زموږ پولیس په جګړه اخته دي. زه یو شي ته ستاسې توجه راجلبوم، هغه دا دی چې دغه د انتقال پروسه په هر صورت موږ افغانانو نن نه سبا او یا لا پخوا باید دې ته آمادګي درلودلی چې خپلې چارې مو خپله اداره کړې وای. که زموږ افغانانو سم کار کړی وای او موږ خپل بینالمللي دوستانو ته قناعت ورکړی وای، کیدای سوای چې دا پروسه د پخوا څخه لا جریان پیدا کړی وای او اوس یې پای ته رسیدلی وای، خو موږ دا کار ونه کوي په بېملي باندې لکه څنګه چې رئیس جمهور خپله وویل. یعنی فکر میکنین که زمان این پروسه قبل از وقت بوده یا پس از وقت است؟ باید پیشتر آغاز میشد؟ ما به با این باور دارم که باید پیشتر آغاز میشد و ما از امکاناتی که داشتیم باید خوب استفاده میکردیم. مثل ما یه خبری تا در کجیس هم اشاره کنم چه فکر میکنین که دیوایی چه در لس کال موج پا میلا اختاو منظور د میلې څخه دا دی چې موږ په ټولو چارو کې معاشونه اخیستل، چوکۍ مو چلول، امتیازات مو اخیستل. حالا شروع شده ای روند، آیا فکر میکنین که خوب هست یا خیر؟ اوس نو خبره دا ده چې په حقیقت کې دا پروسه که څه هم د کرزي صاحب د تقاضا په نتیجه کې وه او هغه هم دی جدي نه و، مګر بین الملي ټولنې د دې چې کومې نقاطو څخه باید دوی ووزي او چارې و افغانانو ته وسپارل سي او څه وخت وسپارل سي، زه په دې باور کوم چې هغه دوی تعین کړه، افغاني حکومت په خبر نه و، هغوی خپل د منافع و او سیاسي موخو دپاره هغه دا چې فکر میکنین که تمام ای پروسه را غربي ها طراحي کردن و غربی ها عملی میکنن یا شما گفتن که این تقاضای رئیس جمهور کرزی بود، اما در قسمت تعیین کردن این نقاط حکومت افغانستان نقش نداشت؟
په حقیقت کې خبره داوه چې بین المللي ټولنه کله چې د اوباما دا نوې ستراتیژي راځي چې ډبل جاتونه لري نظامی فشار او د سیاسي عملیه په نظامی فشار کې کله چې کرزی صاحب نرمه غیږ د بین المللي ټولنې سره شروع کوي بین المللي ټولنه ورته وایي چې نور نو خپل چارې خپل پر اوږو واخی او د دې دپاره چې په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو ذهنیتونو ته جواب ووایي او اروپایی ملګری مرسره ملګری سي او د هر هیواد یو نوکي وژت سپکوي دوی دا نقاط تعین کړلې مثلا ایټالیا ډېر پازابه و چې زه باید ولاړ سم یا د مخه زورونه ول چې نن سفیر د امریکا مو ویل چې امریکا خو عجله نه کوي او غربي متحدین هم باید عجله نه کوي بل جرمني تاسو اوس په مزار کې یادوري وکړه جرمني هم باید نوکي وژت سپکه سوی وای په دې چې الاتم خلک علاقمند و اپوزیسیون نسبې چې جرمني نور څه کوي باید راوځي تشکر آقای فکر اجازه بدن میره با آقای صدیقی شریک بسازم. آقای صدیقی، حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان مثل وزارت داخله در تعیین این هفت منطقه چقدر نقش داشتن یا آنچه را که آقای فکور گفتند که غربی ها بنابر مسئولیت های خودشان و فشارهایی را که خودی و زونا احساس می کردن این مناطق را خودشان تعیین کرد، آیا حکومت افغانستان و به ویژه وزارت امور داخلی افغانستان در این موارد نقش داشت یا خیر؟ بدون شک نقش نهادهای امنیتی افغانستان، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، شورای امنیت ملی، نقش اینا خیلی برجسته بود در انتخاب این مناطق. حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان پیشنهاد شد. بله، این در روشنی کنفرانس لزبون و روشنی کنفرانس کابل بر اساس این موافقتنامه جدیدی که افغانستان با دنیای خارج داشت، این صورت میگیره. ببینید، هدفی است که شیوه یا نوع کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان امروز یا امسال باید تغییر بکنم. در روشنی چارچوب جدید همکاری های جامعه بین المللی با افغانستان امروز ما موفقانه مرحله اول اجرا طی کردیم که بارت از گرفتن مسئولیت ها است. اجازه بدین در این مورد من چیزی را بپرسم که در تعیین کردن این هفت منطقه که چند شهر و چند ولایت را شامل میشه چی معیارهایی را نهادهای امنیتی افغانستان و حکومت افغانستان در نظر گرفتن که بنابر اون معیارها باید از این هفت منطقه آغاز میشد؟ ببینید، پروسه انتقال مسئولیت ها یک پروسه بسیار منظم سنجیده شده هست. در پروسه که مسئولیت کمیسیون ازیره دکتر صاحب احمد زی داره، باید تشریک مساعی بسیار و یک هماهنگی بسیار نزدیک با جامعه جهانی، نهادهای اساسی امنیتی افغانستان این مسئله را بسیار جدی گرفته و آغاز از زیر یک سال پیش اینا به اتفاق رسیدن. خب، پیشتر هم خدمت شما عرض شد که کمیسیون هایی که ترتیب شده بود این مناطق، این ولایت ها و شهرها بعد از یک ارزیابی همه جانبه و بعد از مشوره و در آخر بعد از تصمیم جناب رئیس صاحب جمهور این مناطق شامل مرحله اول پروسه انتقال میشه. خب، و در این نقش افغانستان، نقش نهادهای امنیتی افغانستان اصلی آسیب پذیری کمتر این مناطق بود. ببینید، این یک پروسه است که ما در آغازش هستیم. خب، تا الی اخیر سال 2014 ما از شهرهای شروع خواد کردیم که به مراتب تهدید کمتر باشه و در اونجا تعداد و یا کمیت پلیس ما به اندازه کافی باشه تا ما به تنهایی و بدون حمایت نیروهای خارجی ما بتانیم این پروسه را و مسئولیت موفقانه بگیریم. اجازه بدین یک موضوع دیگر را بپرسم. شما حکومت افغانستان بر علاوه موضوع امنیت و آسیب پذیری امنیتی موضوعات دیگه مثل تطبیق و حراست خوب از قانون و تطبیق شدن خوب قانون را هم در نظر گرفته که بیشتر برمیگرده به وزارت داخلی افغانستان. مثلا در ولایت بامیان، در اونجا ما امنیت خوبتر داریم، اما از لحاظ تطبیق قانون چی؟ آیا شما مطمئن هستین که در اونجا روند انتقال مسئولیت امنیتی میتونه که همچنان اجرای قانون و تطبیق قانون را تضمین بکنه؟ خب، اول باید این را باید گفت که تهدیداتی که متوجه افغانستان است چند تهدید بسیار عمده است. اولی که تهدیدات از طرف تروریستان با حمایت بین المللی هستند. دومی که تهدیدات از طرف مخالفین مسلح هم متوجه افغانستان است و در عین زمان کشت، تولید، ترافیک و قاچاق مواد مخدر یکی از تهدیدهای بزرگ دیگه است که متوجه افغانستان است. بله، با در نظر داشت این تهدیدها، پلیس در مقابل این تهدیدها جوابگو است. پلیس نه تنها امروز که در امر مبارزه با تروریسم رول و یا سهم برازنده داره، در عین زمان
با این مشکلات و تهدیداتی که خدمت شما عرض کردم درگیر است. خب. بدون شک اصولا وظیفه اساسی پلیس تنفیذ قانون است و جرایم جنایی که خدمت شما عرض شد وظیفه پلیس است و ما پلیس ملی افغانستان در ولایتی که شما ذکر کردین متحد است که در قسمت تنفیذ قانون فکر میکنین که در این قسمت آیا مطمئن هستین از این ناحیه که پلیس در قسمت تنفیذ قانون بتونه به وظیفه اصلی خود رسیدگی خوب بکنه در این مرحله امروز بیشتر میزان مطمئن بودن ما بیشتر است به دلیل این که امروز پلیس قابلیتش بالاتر از دیروز هست تشکر. و این داره قابلیت بهتر شده میره آقای عبدو، آقای صدیقی اشاره کردن که حالا اعتماد ما نسبت به رسیدگی پلیس به وظیفه اصلیش که همان تنفیذ قانون هست بیشتر شده در روند مسئولیت انتقال مسئولیت های امنیتی. شما نماینده مردم بلخ هستین در مجلس نمایندگان و شهر مزار شریف هم پیشتر که ذکر کردیم یکی از این مناطق است. چقدر شما با توجه به ارتباطی که به مردم دارین و با این قضایا سر و کار دارین اعتمادی شما هم هست روی این موضوع که پلیس میتونه به این وظیفه خود رسیدگی کنه و از این ناحیه مردم افغانستان بتونن که مطمئن باشن؟ من فکر کنم که جواب قطعی دادن بسیار امر مشکل خواهد بود، اما ما در آغاز آزمایش پلیس افغانستان در راستای تنفیذ قانون هستیم، در آغاز راه هستیم. مشکلات خود هنوز داره. من چرا میگم مشکلات خود داره؟ در آغاز راه هستیم. پلیس افغانستان یک پلیس است که اکثریتا اینا بی سواد هست. وقتی که نیروی بی سواد باشه او طبعا از قوانین نافذی افغانستان چیزی را نمیدانه و با مسئولیت ها و مکلفیت های خود کمتر آشنایی داره و در جریان یک ماه آموزش دیدن یا دو ماه آموزش دیدن یا نهایت شش ماه آموزشی که پلیس فعلا میبینه باز تا اونا فارغ میشن جذب جزوتان میشن مشکل خواهد بود که اونا را آشنا بسازیم به وظایف و مسئولیت هایشان. پس بنابراین امروز مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان چند برابر شده از روزی که انتقال امنیت شروع شده. درست است که یک مسئولیت متوجه نیروهای امنیتی افغانستان شده، حالا این مسئولیت اینا باید با دقت هرچه تمامتر در نظر بگیرن و در قسمت جذب پلیسی با سواد که فارغین مکاتب از صنف 12 میمانه که اینا معمولا از امتحانات کنکور باز میمانه، عملا امسال ما شما شاهد 75,000 جوان فارغ صنف 12 افغانستان بودیم که اینا در امتحانات کنکور به نتیجه موند. ما پیشنهاد میکنیم که پلیس افغانستان تلاش باید بکنن که جذبی را که صورت انجام میتن این جذب از نیروهای با سواد افغانستان صورت بگیره. این نگرانی که وجود داره در قسمت بی سواد بودن پلیس کی به گونه مانع میشه که از کارهای اصلیشان بتانن به گونه باز بمانند و یا نارسایی در این قسمت صورت بگیره، آیا فکر میکنین که تا پایان مرحله که سال 2014 هست، سه سال دیگه ما تا زمان داریم، به این امر رسیدگی خوب صورت بگیره و از این ناحیه ما بتانیم به یک جای خوبتر قرار داشته باشیم؟ به نظر ما فرصت کمی نیست، بسیار فرصت زمانی خوب هست که اگر نیروهای امنیتی افغانستان به صورت خاص در حالی که ما 10 سال دیگر به گونه سپری کردیم، هنوز هم با این چالش به گونه بسیار شدید مواجه هستیم، چی فکر میکنن که 10 سال دیگه میتونه که 10 سال گذشته 10 سال گذشته 10 سال پر از فرازنشی بود. مشکلات خودم داشت، نقایص خودم دولت داشت در کارکردها و در استراتژی های خود که ما هیچ وقت نمیتونیم از اون نقایص شیمپوشی بکنیم. اما 3 سال پیش روی هم نگفته نباید بگذاریم که 3 سال بسیار خوب است. سر دو فرمول بیشترین کار باید انجام بده. این نقایص و این چالش ها و فرازنشیب ها را که شما یاد میکنین که در 10 سال گذشته داشتیم چقدر حالا برطرف شده که ما از این ناحیه فقط یک چیز برطرف شده باشه نگرانی ما که در این 3 سال فقط بتونیم برسیم به هدف. دوست محترم، یک چیز ما میتونیم بگیم که برای ما خوبترین زمینه های عبرت آموزی و پندبگیری از حوادث 10 سال گذشته است. اما در طی 3 سال سر دو قضیه بیشتر ما میتونیم کار بکنیم. یک، پلیسی بهتر را ما آماده بکنیم، پلیسی با سواد و تحصیل کرده را ما آماده بکنیم. دومین کار را که ما میتونیم بکنیم، هرچی ما پلیسی پروفشنال وارد جامعه بکنیم، پلیسی که خودش قانون را میفهمه و در راستای تطبیق قانون خودش عملا اقدام میکنه
و مشکلات زیادی را که امروز متوجه وزارت داخله هست، این مشکلات خود به خود پلیس پروفشنال میتونه امو گرافش پایین بیاره و در عین حال زمینه میشه برای جذب حمایت های مردم که ما در صورت میتونیم امروز عمر حکومت افغانستان را دوام بتیم، دموکراسی را بیشتر در اینجا تمرین بکنیم و تجربه بکنیم که حمایت مردم را به دنبال داشته باشه. اگر هرگاه حمایت های مردم به دنبال نظام نباشه، ما فکر کنیم که او زمان هیچ چیزی به درد نخواهد خورد و ما به سمت خود رفتیم که فلای افغانستان نه بلکه سقوط افغانستان خواهد. سپاسگزارم از شما آقای عبدو. آقای فکور، آیا فکر میکنین که در 3 سالی که در پیش رو داریم که در اونجا روند انتقال مسئولیت های امنیتی تکمیل خواهد شد و مسئولیت سراسر افغانستان نیروهای داخلی افغانستان و حکومت افغانستان به دوش میگیره، ما به همون مواردی که آقای عبدو اشاره کردن و در بحث ما اشاره شد از ناحیه پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان کاستی هایی را که داریم، این کاستی ها رفع شوند و این 3 سال فکر میکنین با توجه به 10 سال گذشته از این 3 سال استفاده خوب صورت بگیره؟ یا فکر نکوم که موږ افغانان زموږ سیاسي مشري او د امنیتي چارواکي په دغه شیوه او قدمونو د میږي په ګام چې دا اوس روان دي، او دغه زموږ سیاسي مشري په دغه لار چې اصلاحات نه راولي، تغییر نه راولي، او هغه شیوې چې ناکامه وي فایده یې نه ده کړې، هغه ته تغییر نه ورکوي، قوي پرسونل نه راولي، تغییر و تبدیل زه فکر نه کوم چې دا آینده 3 کاله دي. زموږ بیره د افغانانو بیره د دې څخه که شما گفتین در این 3 سال تغییر بیایه، چیزایی را که شما پیشنهاد کردین که در رهبری باید تغییر آورده شود، در شیوه ها تغییر آورده شود. واژو نیست خبری ته زوز دغه تر اعظم چی که په دغه اوس حالت کې چی روان دی حکومت، بله، چې پرون تاسو وزیر ولیدی چې د انکشاف دیات د خپل رئیس جمهور او پارلمان ته څه وایي، او بیا یو اخلاقي مسؤلیت هم نه اخلي په دې کابینه کې یو ګډوډي ده چې وایي کوچنۍ کابینه ده او غټه کابینه ده. کله چې حکومت سیاسي اتحاد او پروګرام ونه لري، او یا وزیر صاحب د داخلي په دغه اصلاحاتو په اصل کې د انتقال پروسه څه شوه، دا تر هغه د مخه چې دغه نمونوي انتقال کیږي باید افغاني حکومت په خپل امنیتي سکتور کې اصلاحات راولي، د اصلاحاتو په نتیجه کې ځان دې ته اماده کړي چې مسؤلیتونه واخلي، هغه دا په پلان کې، په تاکتیک کې، په شیو کې، او دغه رقم په پنسولن کې. زه په دې خبرم چې په وزارت داخله کې بیل دې څخه چې د کوم امنیتي ملحوظاتو او د دوی د کدري ملحوظاتو په اساس چې نوی وزیر ورلی نوی چیرا و د ودودو څخه د 850 تر 128 جنرالان پر کور کښې نیولې دي، تقاوت یې ورکړی دی، بیرته یې بیا مګر دا جنرالان بیولې دي په دې یا هغه اداره کې د دې دپاره چې شکایتونه ونیسي هغه په نورو پورې اړه درلودل، بیرته یې د مشاورینو په ډول په نورو ادارو کې مقرر کړي دي. آیا فکر میکنین که در اینجا موارد را که شما یاد کردین برمیگرده به حکومت افغانستان، اما خارجی ها مسئولیتشان در این 3 سال چی هست و چی کارهایی را میتونن که اونا انجام بدن و باید انجام بدن در این مدت؟ اوس خو خبر اصلا داده چون ما در طویل چی د مخ دیتا چی امادگی نیول سوی وای اگه زموش سیاسی مشری لکه چنگ چی اشرف غنی هم وای او کرزی په خپل بیانیه که ویلی دی کله چی دا د ایرات انتقال که دی چی ول دا انتقال یوازی امنیتی ندی بلکه حکومت داری هم په ولایاتو کې باید موږ پر اوږو واخو. حکومت داری ته د بین الملی ټولنې او د افغانانو توقع د حکومت څخه دا وه چې دی اصلاحات راولي، دی یو تفاهم په نظام کې راولي، دی د فساد پر ضد، د بد حکومت داری پر ضد. اوس نو زه راځم داستا خبرو ته، اوس زه راځم دغه اوسنی حالت چې زه د سیاسي مشرۍ ګورم، دا اوسنی حالت زه د دې څه ډار لرم او افغانان ډار لري چې دغه فرصت چې بین الملي ټولنې افغانانو ته ورکړي دغه مشرۍ ته چې په دې 3 کالو کې به تاسې دې ته امادګي نیسئ که کاملا بین الملي قواوې د جنګي فعالیتونو څه وتل چې تاسې زه چې وینم چې دا حکومت نه پالیسي لري نه ستراتیژي لري او هر یو یې خپل پر سر راځي اصلاحات کوي او هغه هم داسې اصلاحات کوي چې د خپلې ګروپ د خپل ډلې په ګټه یې کوي. زه په دې باور کوم چې دا
فرصت دا اوس نږدې دي چې د لاسه څخه راځي او بل یو خبر جناب درته کوم ما ته دقیق را معلومه ده چې د لیزبون په غونډه کې د لوملي ځل وزیر دفاع په دې خبر سو چې ناتو وایي چې موږ د دغه ولایت څخه وځو افغانستان حکومت اول توانایی نه درلوده اوس ګوره زه مزار او جلال آباد درته فکر میکنین کې تاکید شما ای است کې کار غربي ها از خواست غربي ها حکومت افغانستان نقش نداره چې ځینی وږي چې ډیره شکایت درلوده چې موږ وځو خلک فشار باندې واردې اوس ګوري جلال آباد او مزار څه فرق سره لري په مزار کې بدترین پیښه اوس ولې چې حقیقتا سړی فکر کوي چې هلته نو ګواکي امنیتي قوتونه سیاسي مشریم په دغه الګولو په دغه بدنامۍ کې شرکت لري چې چرسو بین المللي نمایندګي چرسول وژنی وسولې تر دې دمخه اما په جلال آباد کې دا حادثه وسوه مګر جلال آباد نه تسلیمیږي په دې چې هلته یوازې امریکایان دي اما مزار تسلیمیږي په دې چې جرمنیان غواړي ژر ووځي د دوی وژای نه چورس پکه پکړل اما شما آقای فکر شاهد هستین که شهر لشکرگاه در اینجا در پهلوی نیروهای دیگه که بود اینجا مسئولیت بیشتر را نیروهای امریکایی داشتن خود زدقا هم چه در دوی در سیاسی مخو آقا بیا در دیده پاره چه پیترویوس او نورو دیر رکلام کرده در عملیات او خپل یو موافقت پرشکی وشوی چه آقا در امریکا در خلق پر زینیتونو او در اوباما یعنی در اینجا فکر میکنین که بیشتر تنها ماندن ایالات متحده امریکا توسط رفیقایش است و توقعات دوستانشان که تشویش هم همی بوده همی تلاش های ایالات متحده امریکا برای ازی بوده که ناتو و کشورهای اروپایی و دیگه متحدین خود تشویق کنه که افغانستان تنها نبانه و در عملیات نظامی شرکت کنه و مصارف مالیش بر عهده خود بگیره به این خاطر هم یک تا نقاط را که بعضی ها خیلی ضعیف عمل میکدن مثلا در ایرات ایتالیا و یا مثلا در بامیان و پنشیر خب ما و شما قطعات خارجی نداشتیم این یک پروگرامی بوده که یک سیگنالش به جهت حکومت افغانستان بوده که حکومت افغانستان باید در سکتور امنیتی و در حکومت داری اصلاحات بیاره که او را حکومت افغانستان تا بال یک قدم هم نوار داشته برنامه کوتاه این بحث را ادامه خواهیم داد باز هم خوش آمدین. آقای صدیقی، در بحث ما از اصلاحات در سکتور امنیتی یاد شد. اگر 10 سال به گفته میهمانان ما نتیجه خوب نداشته باشه، در قبال نداشت و پلیس هم شامل این روند بود، در این مدت 3 سال که در پیش روی داریم، آقای فکور روی یک موضوع تاکید زیاد کردن که اصلاحات در حکومت افغانستان هست و اصلاحات در وزارت داخلی افغانستان و سکتور امنیتی افغانستان. بنان به خاطر پر کردن اخلاء و به خاطر اینکه کار بهتر صورت بگیرد در 3 سال آینده اصلاحات در وزارت داخلی افغانستان آغاز شده یا آغاز میشه؟ بله. من میخوایم که اول بالای این نقطه تاکید بکنم که آغاز پروسه انتقال یک امید است و یک آرزو است و یک سفر است که تمام مردم افغانستان به او امیدوار است و از این پروسه حمایت میکنه. دوم، کوشش ما این است که دیدگاه مردم و دیدگاه جامعه جهانی را در مقابل پلیس افغانستان تغییر بدیم. یک سال پیش وقتی که جناب وزیر صاحب آقای محمدی به وزارت تشریف آوردن، بعد از بررسی همه جانبه، بعد از غور و نظارت از عمل کرده وزارت، 6 اولویت بر خود تعیین کردن که یکی از اصلاحات مهم این وزارت در تاریخ 10 سال گذشتهش محسوب میشه. اولویت اولش تعلیم و تربیت، سرمایه گذاری بالای تعلیم و آموزش پلیس ملی افغانستان و تعیین دیدگاه بر پلیس که ما بر پلیس کدام دیدگاه را ما تعیین کردیم. پلیسی که صادق باشه، پلیسی که حسابده باشه، پلیسی که شجاع باشه، پلیس کوشا باشه و در قسمت نظم و امن و حقوق اساسی و از آزادی مردم دفاع بکنه. این دیدگاه بر پلیس است. به می ترتیب 6 اولویتی که اینا تعیین کردن، اولویت اول خدمتتون گفتم، اولویت دوم انکشاف در رهبری پلیس بود با ایجاد استاف کالج، با ایجاد مراکز تعلیمی بلند توجه بیشتر به این صورت گرفت که رهبری پلیس انکشاف بکنه. مسئله سوم، مبارزه علیه فساد در داخل صفوف پلیس، در وزارت امور داخله. مسئله چهارم، بهبود وضع معیشتی پلیس. پلیس امروز فضل خدا بعد از کوشش و تلاش
دارای یک وضع معیشتی بسیار خوب است، به مراتب معاشش بهتر است، و تجهیزات و تسلیحات پلیس که مسئله خیلی مهم و با ارزش است. دوم، مرور و اصلاح تشکیل پلیس است که تشکیلات پلیس نظر به کدام تقاضا، نظر به کدام ضرورت ای باید مرور شود، اصلاح شود، کمیت پلیس توجه، و در اخیر ایجاد سیستم یا به وجود آوردن سیستم مجازات و مکافات. اگر پلیس عملکرد خوب داره مکافات شود، و اگر پلیس خلاف از چه زمانی آغاز شده؟ یک سال به این طرف. بسیار خوب، یک سال به این طرف. و ما می‌خوایم یک چیز دیگه که خدمت شما ارائه بکنم که وضعیت نظر به سنجش ما امروز در صفوف پلیس خوب است و اداره به طرف بهتر شده میره. بله، تشکر آقای صدیقی. آقای فکور، موضوعاتی را که آقای صدیقی یاد کردن، این اصلاحات را، آیا فکر میکنین این اصلاحات مؤثر باشه و این اصلاحات میتونه که نقش داشته باشه در بهبود روند؟ زب په مجموع کې دا وایم چې څه تلاشونه چې محمدي صاحب کړي دي دا کافی نه دي، ولې د محق خو کار دي. موږ د انترکانټینینټل پیشي ته که متوجه سو، موږ داسې فکر کوو چې پولیس ونه کړای سوای چې دقیق تحقیقات وکړي او کې کړي دي، ولس یې نه دی په خبر کړي چې د پولیس څو چارواکي پشکی کې لاس درلودي د پیری په وخت کې، د غزمې په وخت کې، او د امیرینو مسولین. نو ځکه زه فکر کوم چې دغه اصلاحات چې دوی یادوي دا شخصي سلیقوي دي، د کوم پالیسۍ او پلان پر اساس نه دي، ځکه یو نیم سل جنرالان شکایت لري و موږ تقاوت تسو کړي. آقای صدیقی گفتن و مشخصا ذکر کردن شش اولویت را که وزیر داخله افغانستان پس از تقررشان در وزارت داخله در نظر گرفته بود. فیرسوار خدمت شما گفتن ای فکر نمیکنن که اینا کلگیش منظم و مشخص رویش کار شده؟ آقای صدیقی هم از او یاد کرد. او نموز افغانان خود پا دا کابل شهر که یو لومړی ځل خبری جو چی گواکی وزیر داخله رسمی شپژ ولیوتیو ندرلودل، مطبوعات و او دا دا یو پالیسی پا آیس باندی پا وزارت داخله که اعلان دایسی، او دا محترمین دای خون وز راغلی دی ابل ویاند کولی سوی چی موز خبر کردی وی چی دا وزیر چی راغلی دی داغ اصلاحات پالیسی مطرح کرده دا او داغ دا تطبیق دا پاره داغ استراتیجی دا او ولس تمام کاری را سرو. آقای عبدو، یکی از موارد مهم در پروسه انتقال که رویش بحث شد، بارها شماری از آگاهان رویش بحث کردن، موضوع جلب توجه همسایه های افغانستان نسبت به ای که نیروهای خارجی تا ابد اینجا نمیمانند، افغانستان را ترک میکنند، این موضوع بود. آیا فکر میکنین که آغاز روند انتقال که از اف منطقه صورت گرفت در این مورد کمک بکنه؟ ما پیشتر هم عرض کردم خدمت شما که انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای آیسف یا در مجموع نیروهای بین المللی که در افغانستان عملا حضور داره علیه تروریسم القاعده میجنگند، توأمی با هم امید هست و هم نگرانی ها. یکی از نگرانی هایی را که ما پیشتر عرض کردم موضوع حراست و ستر و پوشش مرزهای طولانی افغانستان با کشورهای همسایه‌ای که در اطراف افغانستان قرار داره. یکی از مسئولیت های بسیار جدی هم از پیشتر شما از جناب آقای فکور پرسیدین که مسئولیت های نیروهای خارجی من بعد چی خواهد بود. یکی از مسئولیت های بسیار عمده زنا من بعد موضوع ستر و پوشش مرزهای افغانستان در تفاهم و در تشریک مسایی با نیروهای امنیتی افغانستان است که اونا در این راستا بیشترین تلاش باید انجام بده تا ای که برای مردم افغانستان اطمینان بیاره. و در عین حال دیگه چیزی را که نیروهای خارجی میتونه بعد از این سرش بیشتر تمرکز بکنه، موضوع توسعه برنامه های انکشافی و عمرانی در اقصا نقاط مختلف افغانستان است که هم برای دولت افغانستان یک دستاورد باشه و هم برای دنیا دستاورد باشه و هم در این حالی که کار ایجاد بکنه برای مردم. خود افغان ها فکر نمی کنند مسئول باشه و حکومت افغانستان مسئولیت داشته باشه، جز پروسه انتقال هست. هم خود افغان ها امروز مسئولیت خود داره، دولت افغانستان مسئولیت خود داره، و در مجموع امروز حضور نیرو جامعه جهانی هم در افغانستان مبین همین قضیه است که اونا میتونه در این پروسه افغانستان حمایت بکنه. بیشترین امکانات خود ما صرف می‌رسونیم. آقای عطا محمد نور در روز پروسه انتقال در شهر مزار شریف گفتن که کارکردهای نیروهای خارجی که در مزار شریف و در ولایت بلخ مستقر بودند تا به حال تاثیر چندان نبوده و مؤثریت چندان نداشته.
چقدر امیدواری دارین که در ولایتی که نماینده شما در مجلس نمایندگان هستین پس از این نیروهای خارجی در این قسمت کارهای مؤثر بکنن؟ شما چیزایی را که یاد کردید؟ من یک سه خدمت شما عرض بکنم که این مسئولیت ها و مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که من بعد بیشتر با یک سیاست قوی تر و در عین حال اولویت های افغانستان اینا با مجامع جهانی وانمود بکنن، رایزنی بکنن، اونا رو متقاعد بسازه، هم کشورهای همسایه افغانستان رو متقاعد بسازه که در امورات داخلی افغانستان مداخله نکنه و این در حمایت دولت افغانستان. اما فکر میکنین آقای عبدو زمانی که ما از اونا شکایت داریم و قدردانی نمیکنیم اونا هنوز هم علاقمند به این کار باشن؟ عرض بکنم و دیگه در بخش بازسازی و توسعه برنامه انکشافی افغانستان را میتونه بودجه خود از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانه تا اینکه که یک مقدار کارهای اساسی تر شود. و چیزی که به عنوان یک ضعف بسیار عمده مطرح است امروز را باید همه ما با جرأت ایران باید بکنیم، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این حالی که یک سری مشکلات در درون خودم داره که ما شما عملا شاهد بعضی نگرانی ها در داخل هم هستیم، اما یک بخش دیگریش هم که بر نگرانی های مردم و توده ها افزوده موضوع همسویی جدی نکردن با نیروهایی که امروز در حمایت دولت افغانستان قرار دارد. دولت افغانستان امروز باید تلاش بکنن چالش های داخلی خود به یک نحوی باید از سر راه خود بردارن و در عین حال با دوستای خارجی خود اونایی که امروز پول مصرف میکنه با اونام باید با یک سیاست بسیار شفاف و دوستانه بر مشکلاتی که فعلا پیش روی افغانستان است سر از اینا باید فایق بیاد. سپاسگزارم آقای صدیقی. یکی از مواردی را که در بحث ما ذکر شد موضوع بی سواد بودن پلیس هست که میتونه که روی موضوع و وظیفه اصلی پلیس تأثیر گذار باشه و روی انتقال مسئولیت ها هم میتونه تأثیر خیلی زیاد داشته باشه. آیا فکر میکنین که در قسمت کار کردن روی برنامه با سوادسازی پلیس گام های مؤثر برداشته شده؟ میشه مشخصا شما بگوین که پلان های مشخصتان در این راستا چی است؟ خدمت شما عرض شود که قسمت که پیشترم برتان عرض کردم که تعلیم و آموزش یکی از اولویت های اول وزارت امور داخله است. خوشبختانه در چند سال گذشته به خصوص در یک سال گذشته 36 مرکز تعلیمی و آموزشی در سراسر کشور ایجاد شده، 11 مرکز دائمی است که و 26 مرکز موقتی و طولای های تعلیمی است. امروز مسئله سواد آموزی و کم سوادی پلیس یکی از موضوعات بسیار مهم بر ما هست و ما این موضوع را جز تعلیمات پلیس کردیم. تقریبا در حدود یک سال گذشته به این نظر به پالیسی و نظر به اولویت های خود موضوع سواد آموزی را ما شامل دروس تعلیمی و آموزشی پلیس ساختیم. دیگه خود نشان دهنده ای است که ما فوق العاده توجه داریم به این مسئله و بر ما یکی از نگرانی های بزرگ بر ما هم است که پلیس ما بی سواد نباشه، پلیس ما کم سواد نباشه. یک مثال دیگر خدمتتان عرض میکنم. این نگرانی هایتان در مدت زمانی که ما به خاطر تکمیل روند انتقال مسئولیت های امنیتی در پیش رو داریم این نگرانی ها را بتونین برطرف بکنین؟ به یک دلیل برطرف کرده میتونیم. مثلا در 3 ماهی که گذشت ما نیاز داشتیم تا ساتنمنان را جذب کنیم و نظر به اعلان ما تقریبا در 3 ماه گذشته بیش از 5000 فارغین صنف 12 تقاضا دادن تا در صفوف پلیس خدمت بکنن. یک مسئله که خیلی امیدوار کننده است که من بعد جوانایی که فارغ میشن از مکتب اونا خیلی علاقه دارن که در صفوف پلیس بیاین. مسئله دومی است که سرمایه گذاری بیشتری شده که ما میخواهیم یک گروه بزرگ از این جوانا را به تعلیمات عالی به بیرون از کشور ارسال بکنیم که مثالش هفته گذشته بود که به تعداد 500 نفر از فارغین مکتب از ولایات ما به ترکیه ارسال کردیم تا 6 ماه کورس آموزشی میبینن دوباره پس میان به افغانستان. به همین ترتیب برنامه های متعددی هست که ما توجه ما را بیشتر بالای سواد آموزی جلب میکنه و ما فوق العاده مهم است که پلیس ما با سواد باشه. اما قسمی که پیشتر دیدگاه پلیس بر شما تشریح کردم که کدام چی نوع پلیس باید داشته باشیم و امروز وضعیت به مراتب بهتر است و داریم به طرف بهتر شدن میریم که حداقل میخوایم که تشویشایی که جناب فکور صاحب داره
بشان اطمینان میتونیم که حداقل یک اداره که خیلی نهاد مهم امنیتی است به این مسئله بسیار جدی پرداخته و ما هر روز شاهد پیشرفت هستیم که بسیار به صراحت میتونیم از او صحبت بکنیم. بله، اما نتیجه پیشرفت ها را به گونه ملموس مردم افغانستان تا به حال را آقای فکور هم اشاره کردن که ندیدن. در شهر کابل ما چنین پیشرفت هایی را نتیجه شب به گونه ملموس ندیدیم. یکی از پیشرفت های مهم از این عبارت از مجهز شدن نیروهای ویژه پلیس ما هست که همه روزه در جریان عملیات های ویژه اینا در مقابل تروریست ها استادگی میکنه و قربانی میده. این روحیه بلند پلیس ما هست و هر روز داره ما به طرف بهتر شدن میریم که پلیس ما تقویه میشه، تجهیز میشه و این بر مردم خود میگیم. امروز مثلا یک مثال شبرتان میگم که لوای پنجم نظم عامه وزارت امور داخله در هلمند افتتاح میشه، خودش اقدام خیلی بزرگ است. سپاسگزارم آقای صدیقی. آقای عبدو، سوال قبلی خودم بازم تکرار میکنم که در جلب رضایت کشورهایی که به گونه ناراض بودن از حضور نیروهای غربی در افغانستان، روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی چقدر میتونه کمک بکنه؟ آیا فکر میکنین تاثیرگذار باشه روی این روند یا خیر؟ ما تاکید میکنم که این یک سیاست بسیار فعال و جدی و اکتیف دولت جمهوری اسلامی افغانستان اقتضا میکنه که اینا بتونه وارد مذاکره شوه با کشورهای همسایه که تا اونا رو متقاعد بکنه افغانستان باثبات به نفع هر کشور دیگه ای که در کنار افغانستان بله. امروز موقعیت داره است. بله. افغانستان تلاش های خود را کردن، اما چقدر فکر میکنین که کشورهای همسایه مثل که من قبلا گفتم در 25 و 26 جون زمانی که همایش مبارزه با تروریسم در تهران برگزار میشد، رئیس جمهور کرزی دیدارهایی را که با مقامات ایرانی داشت، از جمله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هم با آقای کرزی دیدار داشت، اونا در ملاقاتی که با حضور رئیس جمهوری افغانستان بود گفتند که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نمیرند و این یک چیزی است که به یک گونه نمایشی اعلان کردند که ما از افغانستان بیرون میشیم و روند خروج را اعلان کردند. چقدر فکر میکنین که حالات با این وضعیت حکومت افغانستان بتونه کشورها را قناعت بده؟ این دیدگاه های کشورهای همسایه متعلق به خودشان است، اما ما بیم سر منافع خود بیشتر فکر بکنیم. حاکمیت ملی در افغانستان جا است که چقدر قناعتشان فراهم ما یک خدمت عرض بکنم. ما در جایش ناامن بودن افغانستان در عین حالی که بنیادها و اساسات زیربنایی افغانستان به تخریب شدن و به ویرانی تبدیل کردن مواجه میسازد، در عین حال خود زنا باز دوباره میتونه پایگاه های توریستی برای کشورهای همسایه هم باشه. طبعا وقتی که اعتماد وجود نداشت، طبعا هر کس تلاش میکنه که برای کشورهای مخالف خود مخالفینش پرورش بده. روند انتقال میتونه اعتماد ایجاد کنه یا خیر؟ روند انتقال من فکر کنم که برای مردم افغانستان یک چیزی بسیار خوب هست و در عین حال ای برمیگرده برای زنیهای سیاسی دولت افغانستان که با اونا بشینه صحبت بکنه، اونا رو متقاعد بکنه که نیروهای خارجی الی الابد در افغانستان حضور نداره، اونا نمیتونه اینجا باشه. بالاخره اونها حکومت گفته. افغانستان گفته و خود خارجی ها هم گفته. حالا بحثی است که شما فکر میکنین که اعتقاد در میان کشورهای همسایه به وجود بیاید که پس از این بالای افغانستان اعتماد پیدا کنن یا خیر؟ افغانستان تلاش خود را کرده، عملا این کار شروع شده، هفت منطقه را انتقال روند انتقال مسئولیت های امنیتی را شاهد بودیم. افغانستان بارهای تلاش را کرده. گذشت زمان ما فکر کنیم موضوع را پاسخ خواهد داد. ببینیم که کشورهای همسایه بعد از اینکه قدم به قدم مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال پیدا میکنه و آهسته آهسته افغانستان هم به طرف ثبات پیش میره، یک مقدار با خودباوری برای خود نیروهای افغان پیش میره، ببینیم که اونا در آینده چی کار میخوان. ما از فرصت میخوایم یک استفاده کوتاه دیگه کم داریم. چند ثانیه یک استفاده کوتاه دیگه هم در ارتباط وضعیت داخلی ما میخوایم داشته باشیم. دوست محترم، دولت افغانستان امروز یک حرکت آغاز کرده که انتقال مسئولیت های امنیتی باشه. در پهلویش تا دولت مرکزی افغانستان واحدهای اداری ابعاد دیگه هم داره. من میخوام بگم تا دولت افغانستان واحدهای اداری خود در سطح ولسوالی ها به هر قیمتی شده فعال نسازه و حمایت های مردم به دنبال خود جلب نکنه. تشکر از شما آقای عبدو. من به آقای فکور برمیگردم. آقای فکور ما وقت نداریم. آقای عبدو بسیار معذرت میخوام، وقت ما نداریم. در قسمت اربکی سازی هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر توجهی بیشتر را در این راستا مبذول نداره، این را بر کمیت نیروهای پلیس اضافه نکنه مشکلات حرف شما را گرفتیم. سپاسگزارم آقای فکور. آیا فکر میکنین خیلی کوتاه میخواییم بگوین که با کشورهای همسایه این قناعت داده میشه با روند
انتقال مسئولیت های امنیتی و روند خروج یا خیر که د امنیت بشپړ او کامیاب انتقال د افغانانو اوجو ته دوه لوی موانع لري چې هغه اوس لا معلوم دي چې هغه یو معنی خو فکر روی این موانع صحبت نکنه روی مشکلات صحبت نکنه گپ گوش کو خو ما جواب تر میتم دادم شما مشخصا جواب بدید دو معنی یک معنی کشورهای همسایه است که هیچ گونه سیگنال را ندادن که یا همکاری خواد کردن که افغانستان مسئولیت به دوش خود میگیره. حالا انتقاد پیدا مسئله دوم چی است؟ معنی دوم. معنی دوم حکومت ناکاری تشکر. که علاقه به اصلاحات نداره. سپاسگزارم از شما آقای فکور و شاید امنیت ناکام بسازه که تا ما این پروسه را به دوش خود بگیره. تشکر از شما و سپاسگزارم از حضور آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، آقای حاجی محمد عبدو نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان و آقای یونس فکور آگاه امور سیاسی از حضورتان در بحث و سپاسگزارم از اینکه برنامه را تا این لحظه دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.